بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینده های خوب برنامه امشب. امیدوارستم همیتون جور و صحت و سلامت باشین و شبتون به خیر آغاز کرده باشین. خیلی تشکر از امرویتان. تا این دم ساعت 9 شد و در یکی دیگر از برنامه های امشب مهانی دانیال به اتفاق همکار بسیار خوبم جناب استاد کاظمی در یک ساعت برنامه با شما هستیم و داشته های امشب برنامه ما را البته که تقدیمتان میکنیم. قبل از اینکه ما روی موضوع برنامه ما بروم و در مورد موضوع برنامه ما البته صحبت های بیشتر داشته باشم، خوب است که بریم به سطح شهر ببینیم که هموطنان نازنین ما در رابطه با موضوعی که امشب ما انتخاب کردیم چه نظر یا چه دیدگاهی دارند. با هم میبینیم، برمیگردیم، با ما باشید. خلاقیت یک نوآوری از خود در جامعه که شای باشه و یا یک پلان باشه برای ترقی و پیشرفت جامعه ما، امو خلاقیت است به نظر ما. خلاقیت یک نوآوری است. نوآوری است که فعلا در سابق نبود، فعلا است. مثال کامره است، موتر است، تیاره است، بعضی چیزاست که خلاقیت که خلق شده. خلاقیت عبارت از نوآوری. هر کس نمیتونه خلاق باشه. خلاقیت زیاد فایده داره که مثلا ما سابق موتر نبود، تیاره نبود یا کامره، شما که چی میگیرید این نبود، فعلا هست دیگه. در دسترس ما قرار داره. ما از بدخشان توانستیم که تا اینجا بسیار برای راحتی و سادگی بیاییم دیگه. کسایی که در این بخش مثلا توجه نداشتن به خلاقیت، به یک نوآوری در جامعهشون، با شنیدن این خبر که مثلا جوان رفت انجینری خواند، اومد در وطنش باید خدمت کرد، اینا یک موتور ساخت، یک موتور دیزاین کرد، دیگه مردمی که اگه متوجه نبودن در این بخش کلشون توجه پیدا میکنن، اینی خودش یک پیشرفت است در جامعه ما. مثلا بیشتر جوان ها اینل در فیسبوک، در همین شبکه های مجازی که میبینن، از همین خبر تشویق میکنن و عکسای رضا احمدی رو میندازن. یعنی خودش یک پیشرفت است به نظر من، که کلاگی به خلاقیت متوجه میشن و خودشون کوشش میکنن که باعث یک عمل کرده شون. خلاقیت در پیشرفت جامعه، در پیشرفت همه جوامع بسیار رول مهم و عمده را بازی میکنه. انسان های خلاق باعث رشد و انکشاف جامعه میشن، باعث روحیه و ترقی در جامعه میشن. و در این قسمت نیاز است تا دولت در قسمت همکاری با انسان‌های خلاق همیشه همکار باشه. بله، دوباره برگشتیم ادامه برنامه. تشکر از هموطنان نازنین ما که در رابطه با موضوع برنامه ما نظریاتشان شریک ساخته بودند. خب صدها بار هر کدام ما در مورد خلاقیت شنیدیم، اما دقیقا شاید پی نبرده باشیم که خود خلاقیت یعنی چی. شاید بتوان خلاقیت را این طور تصویر کرد که نوع توانایی در تولید ایده های نو از طریق ترکیب، تغییر یا دوباره ساختن است. یعنی ما از داشته های خیلی کمی که در دسترس داریم میتونیم چیزهای بسیار مقبول بسازیم. اما این را به یاد داشته باشین که خلاقیت، ای که ما یک چیز نو میسازیم، دقیقا که ارتباط مستقیم با تفکر ما داره. اول مطمئنا که شما فکر میکنین، بعد از اینکه فکر کردین میتونین یک مورد جدید را خیلی قشنگ بسازین. اما بسیاری اوقات اولین ها نشانی از خلاقیت را در خود دارند. مثلا ساخت اولین موتر یا ساخت اولین ماشین لباسشویی یا صدها موارد دیگه ای که ساخته شده. اما این هم به یاد داشته باشیم که همیشه خلاقیت و خلاق بودن برای اولین ها نیست. اما شما عزیزان میتونین با طرز فکرتان یا نظر به یک مورد که تازه فکر میکنین، جدید فکر میکنین، میتونین که یک مورد جدید را بسازین. و همیشه وقت هیرم به یاد داشته باشیم که خلاقیت، خلاق بودن یک پدیده نو است. اما چیزی را که میسازیم ربط مستقیم به فکر ما داره. پس امیدوار هستم همه ما خلاق باشیم. هر کدام ما در وجود ما استعداد داریم، اما مهمی است که ما چطور میتونیم استعدادهای درونی ما را شگوفا بسازیم. امشب بیشتر به چیستی و چراهای این موضوع خلاقیت میپردازیم. مثل همیشه هم که مهماندار هستیم، مهمانای خوب با ما میباشن، البته آقای زبیولله که جوان خلاق هستند، چیزهای بسیار مقبول ساختند که حتما صحبتهای خود داشتن با همکار خوبم جناب استاد کاظمی و همچنان بانو مینا صفدری را همچنان با خود داریم که کندنکاری را خیلی قشنگ بلد هستند با سبک نورستانی.
حتما بیننده برنامه ما باشین تا ساعت 10 از داشته های امشب برنامه ما لذت ببرین. البته قبل از اینکه ما وقفه را اعلان کنم، جدا تشکر کنم از حامی مالی برنامه. شما ایزان اگر میخواین ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشین، پس نوشیدن انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنین. یک انرژی خوشمزه هر زمانی که کمکیم احساس ازیره کردین که انرژی ندارین یا انرژیتون کلن دیگه طرف منفی شدن روان است، حتما پارتی بنوشین. بریم سراغ وقفه. وقفه را با هم ببینیم. زود برمیگردیم در ادامه برنامه با مهمان اول، البته با همکار خوبم جناب استاد کاظمی باشین. وقفه. خیلی خوش برگشتی. تشکر میکنیم از همکار بسیار خوب ما بانو هانیه دانیال که در بخش اول در حقیقت چرایی و چیستی موضوع برنامه امشب را خدمتتون گفتن. در این بخش مهماندار هستم برادر عزیزم ذبیح‌الله احمدی، جوان خلاقی که شما مطمئنن با این دکور بسیار زیبا و این ماکت های فوق العاده عالی که مواجه شدین و میبینین، کار دست و سرانگشتان هنرمند جوان ای سرزمین هست به نام آقای ذبیح‌الله احمدی. خیلی خوش آمدید. سلام و بیننده های عزیز تلویزیون اطلاع و خصوصا برنامه امشب. ذبیح‌الله احمدی هستم. سلامت باشین. اتر دوستا فکر نکنین که ما در کدام میدان هوایی قرار داریم یا این برنامه را از میدان هوایی کابل خدمت شما تقدیم میکنیم. این هلیکوپتر که در اینجا هست و این تیاره بسیار آشنا که حتما در رابطه با این صحبت میکنیم و ماکت هایی که در اطراف ما وجود داره، هر کدام از اینا یک داستان داره. اول از خود آقای احمدی میشنویم که چطور شد که رفتن سراغ این کار و از کی شروع کردی و این ایده به سراغت آمد؟ ما استاد جان مدت یک سال میشه که در این هنر رو آوردیم. همین چیزایی که میبینین ما آماده کردیم در مدت یک سال. بله. و هر کدام از اینا اگر قرار باشه دربارش، مثلا از او شروع میکنیم، از این خانه اگر از این یک مقدار دربارش صحبت بکنیم که اصلا چی هست. این یک خانه که هست که از کوتیگه کسته، از چوبک های گوگرد و چوبک آسکریم و همین چیز آماده کردیم. یعنی از آسانترین و نزدیکترین چیزهایی که چیزهایی که از چوبک گوش نگفتی سیکو چوبک های گوش ما نهودیدیم. هست. آها، جالب است. جالب است. هم کتارا گکایش از اون هست. کتارا از اون هست. بله. کدام داستانی داره یعنی؟ داستان شنیمی است که یک خانگکی است که انتیک است برای من. خانگکی که برای خودت انتیک است. و تعریف خودت از خلاقیت و ای که یک جوان چگونه به سمت خلاقیت بره چی است؟ خلاقیت استاد خودش یک هنر است. هر کی که بخواه هنر شوه، هنرمند شوه، کوشش کنه و آرزوی خود میرسه. و این خلاقیت از کجا سرچشمه میگیره؟ از کارهای کوچک. از کارهای کوچک. بله. و خیلی از خانواده ها وقتی که کودکانشون میان و دست به کارهای اینچنینی میزنن، شاید پدر مادر مخالفت میکنن. با شما کسی مخالفت کرده ای را؟ نه خیر، با ما ایت کس که مخالفت نکرده. در فامیل هم منوز مرا تشویق میکنند که همین چیزا را ما بسازم. بسیار خوب، بسیار خوب. ما خب او را داستانش به هر ترتیب، این داستان برای ما خیلی جالب هست. ما میخواییم بیشتر از داستان این تیاره سیاه و این سربازان که هر کدام مثل مهره های شطرنج در کنار همدیگه چیده شده و هر کدام مسلح هستن و صفحه سیاهی که انتخاب شده، این دلیلش چیست؟ داستان از این به کدام روز و کدام سیاهی برمیگرده؟ این تیاره استاد جان روزی که افغانستان حکومت پیشین سقوط کرد، ما در میدان هوایی نرفته بودم. خب. از طریق پرده های تلویزیون ما دیدم. بازی را ما آماده کردم. از طریق پرده های تلویزیون دیدی و این تیاره سنگین بار امریکایی را در حقیقت بله. شما خاطره از او روز و تصاویر از او روز در ذهنتان هست؟ خاطره امی است که مردم افغانستان بسیار بالات خراب از افغانستان فرار میکردن و این
سربازها که گذاشتی بیشتر برمیگرده به اون سربازهای امریکایی یا نه در بین از این کسایی هم هستن که میخواین به یک شکل بگریزن و خود را برسانن به تیاره؟ ای اصلا این فکر کوستا جان که مردم افغانستان است در حالت فرار هستن، این امو تیاره است که مردم افغانستان از جایش که محکم گرفته بود در هوا پرتاب کرد، این امو تیاره است. و جوانایی که افتادن از فاصله بسیار بالا و کسانی که دم از حقوق بشر، انسان دوستی و انسانیت می زدند، متاسفانه خب پرواز را ما کار نداریم، ولی بعد از پرواز خیلی صحنه دلخراشتر از روز ترک وطن و گریختن از وطن بود. جوانانی که از فاصله های چند صد متری به زمین افتادند، جوانایی که با یک دنیا آرزو و امید و یک عالمه آینده نگری خواستن که به اصطلاح به یک شکلی از اشکال خود را بکشند، اما او داستان داستان تلخی است که مطمئنا از ذهن ما و شما هیچگاه پاک نخواهد شد و داعیه‌داران حقوق بشر هم ایر فراموش نکنند که با مردم افغانستان و با جوانان افغانستان چه کردند. خب کمی بیشتر توضیح بده آقای احمدی عزیز، از این تیاره چقدر زمان برد که ساخته شد؟ مخصوصا همین ای استاد جان تقریبا در حدود 10 روز وقت گرفته. تمام وسایلش که ما آماده کردیم 10 روز طول کشیده. خب 10 روز حدودن؟ بله 10 روز طول کشید جان. و بدنش از چی ساخته شده؟ بدنش از کارتن است. کارتن؟ بله. سبک؟ بسیار وزن کم داره. این ماشینکایش هم از قوطیکای انرژی است. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. ایره میگن خلاقیت. پرواز هم میکنه یا نه؟ نه جان، پرواز نمیکنه. به فکر از یه هستی؟ چون حال خوشبختانه یک رقابت خیلی سالم، یک رقابت جالب به وجود آمده. محمد رضای احمدی که چند برنامه است نامشان حداقل میگم و امیدوار هستم که پیش ما بعد قول نشوی. آقای احمدی، امروز اگر نام و نشانی پیدا کردی، این نام و نشانت خیلی ساده میتونه از بین بره، اما میتونی با عنوان یک جوانی که پیش قدم شدی و پیش قراول شدی حداقل خلف وعده هم نکنی. چون ما چند روز از همراهت به تماس میشیم، شما در سفر بودین، درست است ما درک میکنیم، اما روزایی که حداقل فرصت دارین دوست داریم که از طرف شما ما پیام دریافت بکنیم. شما موتر که افتخار شد برای افغانستان ساختید و این جوانها میان در مسیر خودت گام بر میدارن و امیدوار هستم خودت یک روز در همین چوکی یا در فضای دیگه داشته باشیم. خب ما یک چیز را میخوایم ازتون پرسان بکنم که خودتان این کارهایی را که به وجود آوردین به عنوان خلاقیت میتونین قبول بکنین یا نه خلاقیت چیز دیگه و تعریف دیگه است؟ نه، این خلاقیت است. این خلاقیت است. و اگر قرار باشه یک بار دیگه شما داستانی را برای خودتان ترسیم بکنین، این داستان که با خلاقیت درآمیخته میشه چی خواهد بود؟ خلاقیت استاد، ما میخواهیم که همین کار خود ما بالاتر خوبتر بسازیم. خب برنامه های بعدی چی خواهد بود؟ برنامه های بعدیم امی جای تاریخی افغانستان ما میخوایم جور کنم که زیر کار هم دارم. جالب. یک دانه موتر ما زیر کار دارم امروی کاغذ کارتن چیز هست کور دمی آینده نزدیک ما برایه و ما پلان ما میسته استاد جان که امی جای تاریخی افغانستان ما به تصویر بکشم امروی کاغذ. این خیلی زیبا هست، این خیلی زیبا هست و در حد 10 ثانیه میخوایم ایرم ازت بدانم که کدام ولایت ها و کدام نمادها را فعلا در نظر داری؟ ما مزار شریف دارم، قندهار دارم و بامیان. بامیان کدام منطقه خواهی ساخت؟ ما میخوایم کمی مجسمه را بسازم. مجسمه را بسازیم. و از قندهار حتما چلزینه است یا بله. قبر احمدشاه عبدالی؟ یکش در نظر میگیریم. یکش در نظر میگیری. و مورد سوم کدام ولایت گفتی؟ مزار شریف. روضه مبارک. روضه مبارک. خیلی خوب، خیلی خوب. صحبت های را کردیم. دیدگاه ها متفاوت هست از خلاقیت. دیدگاه های متعددی وجود داره و هر کس
از زاویه دید خودش به خلاقیت نگاه میکنه. ما در این رابطه صحبت کردیم، شما تصمیم میگیرین، شما فکر میکنین و خلاقیت ها را در حقیقت نمره برش میتین. شما صاحب اختیار هستید، نه ای که ما به شما تحمیل بکنیم خدای نکرده که خلاقیت همین است و بس. خلاقیت میتونه زوایای دیگه هم داشته باشه. در بخش خودمانی هم لطفاً با ما همراه باشین، صحبت های خیلی خودمانی تر با آقای احمدی خواهیم داشت. آقای احمدی بفرمایید. برعکس همیشه که من از اون طرف میرفتم، این بار از پیش دکور و از شما میخوایم که دعوت بکنم در این قسمت. خب تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه. اگر میخواید ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشید، پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید. ما هم با انرژی پارتی از مهمان خود ما پذیرایی میکنیم. زبیلای عزیز، پیالتا اگر لطف کنی. تشکر استاد. خواهش میکنم. تشکر. با سلامتی بنوشین. و در این بخش ما یک مقدار خودمانی تر صحبت میکنیم. شما راحت میتونین نوشجان کنین که باز نگوین ما را در پیاله ما پارتی انداخت و باز پارتی بازی کرد، نداد ما را پارتی. خب چند سال هستی؟ من 33 سال دارم. 33 سال. چه خواندی؟ درس تا صنف 10 خواندیم. تا صنف 10 خواندی؟ بله. ادامه ندادی؟ ادامه ندادی. چرا؟ به خاطر کمی روزگار یاری نکرد، باز ما از تحصیل ماند. پیشه اصلی تان کشاورزی و دهقانی و درختداری و باغداری و از این گپا بوده یا کارهای دیگه میکردیم؟ اصلا می پدر کلان ما نجار بود. نجار بوده؟ بله نجار بودم. بسیار خوب. باز در رشته نجاری هم کمی دسترسی داره. خیلی جالب است، کسایی که معمولا از استالف هستن با کلالی و اینا زیاد سر و کار دارن. دارن ولی چطور شد که پدر شما از کلالی رفت به طرف نجاری؟ والا البته مو علاقه مندیش به نجاری زیادتر. خو و خودت هم نجاری کردی؟ در خانه یکم چیزی که خراب میشه باز جور میکنی، یا یکم چیزی که جور از خراب میکنی؟ نه جور میکنی. بسیار خوب. بهترین دوستایتون کیا هستن؟ بهترین دوستای ما برادرایم است، بچهای کاکایم است، همین دوستای بسیار نزدیکم. و اگر قرار باشه که یکیشون به عنوان بهترین دوست که ازش یک خاطره قشنگم داری نام ببری کی است؟ بهترین دوست ما حکیم جان است. حکیم جان؟ بله. و اونا چی کار میکنن؟ او هم از یکی از دوستای ماست، در موتر کار میکنن، بسیار خاطرهای خوش از پیش. یعنی دریور است، راننده است. بله. بسیار خوب. از پیشت کرایه نگرفته یا نه؟ نه از ما از او اندیوالی است. اندیوالی؟ بله آجانا. یکان روز بخی کرایه از او را خودت میده؟ نه نه، حتی که یک جای بریم باز در قصه پیسه نیست که دقیق است. دقیق است. دوستی که بر اساس پیسه باشه. ما خیلی دوستا را امرایشون وقتی که صحبت میکنم میگم اگر رفیقی که از پیسه خودش به خاطر رفیق خودش تیر نشد، روی رفیق یک چلیپا کش کن. و از بهترین روزهایی که به یاد داری و به عنوان خاطره در ذهنت ثبت شده مشتری. بهترین خاطره خاطره است که دخترها بر مکتب میرفتن، دوستا همی طفلک های بر مکتب می رفتن. خب و حالا همی دختره که ما پیش از اینکه مکتب ها بسته شد و مکتب ها که بسته شد، همی دختره که ما آمد گفت پدر مکتب های ما بسته شد، همون روز بسیار سرم فشار آمد. واقعیت. و خودت به عنوان یک پدر چه حرفی داری برای دخترت؟ جواب چی است؟ جواب ما میسته گفتیم دخترم مکتبه بخیر باز میشه، به تحصیلت ادامه بدی. و این روز بدی بوده که در زندگی خودت تجربه شده؟ زندگی بود. خیلی مایوس شدم. و یقینا خیلی از دوستای ما، مطمئنا شما بیننده های عزیز، پدرهای گرامی، مادرهای معزز، این لحظات لحظات سختی هست که
هیچ قلب او را نمیتونه تحمل بکنه و هیچ کسی نمیتونه از کنارش با سادگی بگذره. امیدوار هستیم که یک توجه جدی شو از طرف وزارت معارف که دروازه مکتب برای دختر خانم ها باز شود و از طرف وزارت تحصیلات عالی یک طرز عملی ساخته شود که انشاءالله دروازه های دانشگاه ها هم برای دختر خانم های ما و مادرهای آینده ای سرزمین انشاءالله باز شود. خب آقای احمدی وقفه خوی میتونید بله، گفته بله. اما پیش از اینکه ما وقفه را اعلان بکنیم بخش بعدی را حتما بیننده باشین. بعد از چند دقیقه که اعلانات تجارتی نشر میشه بخش کمدی ما هستن که همکاران بسیار خوب ما نقش آفرینی میکنن و مطمئن هستم که لذت خواهید برد. یک وقفه کوتاه میگیریم دوباره برمیگردیم. گر ندانی غیرت افغانیم باز خلاقیت کردم میدانیم. سلام، خوش آمدین به برنامه ببین و بفهم. اگر دیدی و نفهمیدی بفهم که احساست زنده است. امشب که تو خود یک میمان را دعوت کردیم که یعنی نه تنها ما، نه تنها مردم ما را، تمام دنیا حیران ماندند، حیرت زده شدند که چطور یک خلاقیت یک خلاقیت کرده. سلام. و علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شکر. میرک هستم، ولد گلو. خوش هستم که در برنامه شما دعوت شدیم. بخیر باشین. واقعا که شما ما را شگفت زده کردین، نه تنها ما را، تمام مردم را. چطور انگیزه در فکرتان آمد؟ این انگیزه را من از مورچه یاد گرفتم. مورچه که در دیوال بالا میرفت پس پایان میفتید، باز بالا میرفت باز پایان میفتید. باز من گفتم یک چیز اختراع کنم که درش یک نفر باشه بسیار تیز بره. باز من گفتم که دیگه پس نبه، یعنی باز فکرم گشته که همین موتر تیز رفتار اختراع کنم. کنی یک بار بالا رفت دیگه؟ بالا رفت دیگه، پایان خیلی به صورت بالا، خیلی به صورت بالا. نام خدا، واقعا عالی است. چی انگیزه ای فکر تمامش از خودت بود؟ کلش از خودم بوده، کل فکرش از خودم بوده، طراحیاش از کجا بیاد؟ در کجا؟ کجا برنامه لایف است؟ کجا برنامه چی که لایف است؟ برنامه چطوری را داخل برنامه لایف است؟ خیرت، خیرت باشه. ما اینجا چی خیرت است؟ ما اینجا اومدیم که چوری دروغ میگه. چی گفته؟ ای دروغ میگه. آرام آرام باش، هر چی اعتراض داری از خودش بکن. آرام آرام. چی را دروغ گفتم؟ من اعتراض دارم. اینمی خود تو که میگی ما خلاقیت کردیم، که میگی ما موتر ساختیم. اولش خوینی این ماشین از کجا گرفتیم؟ ماشینش از کشورهای همسایه گرفتیم خریدیم. خب برو این ماشینش از کشور همسایه خریدیم. تو اینمی اینمی بربرنگ از کجا کردی بگو؟ بربرنگ ویلای ویلای تایر از کجا کردی را برام بگو؟ ویل کپایش از خارج گرفتم، تایرش از خود وطن ماست. نه اینم خلاقیت شد. اینم خلاقیت نیم. شما هم بکار ماندین، هر کس همیارین دیجا بامده خلاقیت. چرا این موتری که تو ساختی اینمی چرا از چهار نفر زیاد جای نمیشده بگو؟ در راه در سرک روان هستی میری شار میگی از چهار نفر زیاد بالا نمیشه. تو سوری از کجا میکنی؟ ما خو مردم غریب و بدر قربان چمالی خو همو خلاقیت کرد نه همو را ساخت. اگر رفت ماشینش از دیگه جای آورد، تایرش از دیگه جای آورد، قربان چم ماشین تو جور میکردی همی خلاقیت هم میکردی که نمیرفت از جا نمی آورد، از تو میگرفت. و باز دوم امی خلاقیتش کرد سه است که حالی یک چیزی که مردم میخواد خلق کنه ضرور نیست کل چیزش خودش آماده بسازه، ماشین هم خودش جور کنه، تایر هم خودش جور کنه. چرا نکنه یعنی ماور خلاق باشه. خلاق اصلا ماست. ما رو باید برنامه دعوت میکردین. می چیز امی کمی دیدمش که برنامه لایف است که اومدین از موجه خستم اومدم گفتم می دروغ میگه. ماور خلاق باشه، ماور مرغانچا و مرغم ساختیم تخم میتر رو سوپ میگیرم. این خلاقیت است. این یک خلاقیت است. قربانتان شما به جای ذکر تشویق کنین، به جای کیرت گفته اگان تو تشویق کنین که روحیه بگیره یک چیز دیگر است، خلق خلاقیت کنه که بسازه، به جای از میزنی نیره بخی شما روحیش از ضرب صفر میکنه که کدا کجا ما ایرا بانم کی مشهور شوه ایرا ما مشناسیم کی کی است. قریه پایین خانه تان است یا نیست؟ است قریه پایین هم است. خی میگرفتین مو ماشین شما میداشتین که ما میفتم از شما میخریدم. باز ما از اونجا که خریدیم ما مفت رو نگرفتیم. ما از اونجا غدایگری کردیم. نه پیسه ما دادیم، پول خدا دادیم که گرفتیم اون را. باز مهم ترایش است که ترایش چه رقم باشه. خو یک گاهی نکنه میگه ترایی است که یک دانشته کم بتی موترک بم دستی جور میکنه برات. از کاغذ برات جور میکنم. بیا اینا مال برات جور کنم. چند دونه موتر کردی؟ حالی خی نمونه تراحی کرد جور کرد. خودت چی کردی؟ بگو با من خودت چی کردی؟ امور تو میکردی نه؟ ما برف و بام ما را پا کردیم، مرغانچه ساختیم، مرغای ما تخم میتر رو صبح میگیرمش. این هم یک خلاقیت است. هر کس خونه میتونه فایدهت برسه، تاوانت خونه. دوست عزیز این بود برنامه امشب ما. دیدین اتمن فهمیدین، اگر نفهمیدین بفهم که احساستان زنده است.
مزایم شد در بین برنامه ما ببخشید. تا برنامه بعد الان نگهدار. قدکو اثر میریم. یادر مزایم مزایم نکو. ما کار ندارم که تا برنامه تان. بایی بکشی در گردو. برنامه تان. دروغ دروغ با ما جور میکنم. ببخشید اثر سب نکنیم باز. دیگه تو مزایمت تو میشه خیره که بینیست. بله دوباره برگشتیم ادامه برنامه است. خیلی تشکر از همراهیتان تا این دم. از آغاز برنامه تا حالا خیلی در مورد خلاقیت صحبت کردیم، اما امشب قسمی که شما هم میبینین استدیوی ما خیلی قشنگ شده. صندوقچه های بسیار مقبول مهمان ما با خودش آورده که البته کندنکاری نورستانی است. خوب است که به شما ایزانم نشان بدم خیلی قشنگ است و کلن در چیزهایی که مهمان ما ساخته خوب قشنگ خلاقیت دیده میشه و دختر خانم ماشاءالله خلاق است. من فکر میکنم این صندوقچه ای که این قسمت ماندگی است صندوقچه جهیزیه است برای دختر خانمایی که تازه ازدواج میکنن یا میخواین ازدواج کنن. از طرف مادرشان البته برشان اینطور یک چیز در نظر گرفته میشه و داخل از این دیگه کلن وسایل پر میشه که خیلی قشنگی هم است. کلن دیگه کندنکاری است که واقعا یک کار مشکل است، یک کار است که دقت خیلی زیاد نیاز داره. خوب است که از مهمانم هم دعوت کنم و در مورد این صندوقچه های بسیار مقبولی که ساختن صحبت های بیشتر داشته باشیم. البته دختر خانم توانا مینا جان صفدری، خیلی خوش آمدی، بفرما. خوش باشین. وقت بخیر مینا جان. وقت شما خیلی تشکر. بفرما، کامره در خدمتت. میتونی که امرای دوستای عزیزم سلام و وقت بخیر داشته باشی. بار سلام و ادب خدمت شما و خدمت حاضرین تالار، خدمت دوستان عزیز چی در داخل کشور چی در خارج کشور است. یک سلام خاص خاص به دوست بسیار خوب یلدا جان آرا. خیلی تشکر مینای عزیز. قربانت سلامت باشی. ما هم خوشحال هستیم که امشب خودت در برنامه داریم. مادرها که از دخترایش تعریف میکنه میگه دخترم ده انگشتش ده چراغ است. از شما واقعا متراز. قربان تان یک جهان تشکر. قربانت سلامت باشی. تعریف خودت از خلاقیت چیست مینا؟ خلاقیت خودش یک نوآوری است. بله. خلاقیت خودش یک عادت است. خلاقیت میتونه چی میگه ما رو به پیشرفت ترقی برسانه. خب قبل از اینکه خودت دعوت کنم در ست و گفتم که صندوق جهیزی است، اشتباه نگفتم؟ نه دقیقا بخیر چی میگن. خب گفتم دختر خانمایی که میخواین ازدواج کنن باز از طرف مادرشان این صندوق برشان در نظر گرفته میشه، وسایلی را که دوست دارن داخلش مانده میشه و تقدیم دخترشان میشه. کندنکاری را از کجا یاد گرفتی؟ ما کندنکاری در یک شخص چیز شخصی خواندم. در یک نهاد شخصی؟ نهاد شخصی. آها. در مدت 6 ماه. در مدت 6 ماه اینقدر توانا شدی و با دست های جادویت کلن دیگه صندوقچه های بسیار مقبول میسازی. ای چی اسم اینا جان؟ یه هم قطعی زیورات هست، آماده نشده، فقط تن و کندنکاری میناتوری کار شده. انوزه تکمیل نیست؟ نه خیر فعلا چی میگن تکمیل نیست دیگه. من فقط هم قدر از چوب خاطر که دو چوب است که کندنکاری کار میشه، چوبای ارچه و چارمغز. من نمونه چوب و چارمغز برتان آوردیم. من میخواستم بپرسم که دقیقا کندنکاری روی کدام نوع چوب ها زیادتر کار میشه که گفتین چوب چارمغز و چوب ارچه. دادگاه چوب ها ممکن نیست که کندنکاری روش کار شود؟ دادگاه چوب ها ممکنه چوب خار است، به چوکی و میز چیز هاست، بازده چیزای تزینی نیست. خب بله. این قسمتش میناتورکاری است. میناتورکار شده. بله. میناتورکاری هم بلد استی؟ کمتون. خب کمتومش که قسمی باشه، اگه زیادش خواد چه قسمی باشه. خیلی قشنگ کار کردی. دوستا هم که تصویرش مطمئنن که گرفتن، ترکیب رنگ ها و این قسمت ها کندنکاری شده، خیلی قشنگ است. خب واش که من چیزای دیگر هم به دوستانشان بتم. این قسم چیزها را که من میبینم که ساخت وطن خود ما از دختر خانم ها با دست های جادویشان میسازن، دیگه من هیچ خدا گرفته نمیتونم. این چی است مینا جان؟ ای صندوقچه زیورات است. خب باز میشه دیگه درست؟ به به چقدر قشنگ. ای هم چوب چارمغز است؟ ای چوب ارچه است. چوب ارچه است. ای قسمتش هم به دوستانشان بتوم. در چقدر وقت کار زیر تمام کردی؟ اگر پای در پای کار کنیم دو روز کار حالا. درست کار میکنی. فکر میکنم خودتان یک تیم کلان هستین. بله کلتان دخترها و خانما هستین. بله که بله. با هم کندنکاری را کار میکنین. بله درست؟ بله. من در ابتدای صحبت هایم گفتم مینا جان که کندنکاری نورستانی است. یکم معلومات بتید موردش؟
به خاطر قدامت تاریخی از خود کندنکاری از خود ولایت نورستان داره ایره در زمان سابق چه میگن فعلا هم مراوج است در ولایت نورستان کندنکاری نورستانی دیگه زیادتر چه میگن از قدامت تاریخی داره از خود ولایت نورستان آها ایم جا دستمال کاغذی درست؟ دستمال کاغذی خیلی قشنگ کار کردی مطمئنن در و دیوار خانه خودت و خانه که خودت زندگی میکنی خیلی قشنگ است چیزای زیاد مطمئنن ساختی دختر خانم‌ها زیاد توجه می داشته باشند به خانه ایشان خیلی قشنگ بعد از مواردی که یاد دارن می سازن استفاده می کنن ای چی اسم مینا جان؟ ای هم قوطی زیورات قوطی زیورات است قیمتشان باز چند است؟ دیگه گفته همکار ما میگه خوب بسازین باز قیمتایش بالا ببرین در وقتی که نیاز بود خب این دیزاین کار از ذهنتون کار میکنین؟ ذهنیت هم داره دیزاین ها باز چی میگن به نام های گل کودی کار میشه خب دیزاین های پنجره بافی میگن دیزاین های خود گل ستاره است کنم دارن هر کدامش دیزاین است با سر از اینا دیزاین میشه باز کنده میشه باز اینا پالش میشن خب. باز رنگ میشن اگر خواستی این چوب ما که صندوقچه زیورات کرد صندوقچه چیز ما جهزیه ما چی نشده خود چوب طبیعی است رنگ چوب طبیعی است رنگ نشده و اینا فکر میکنم رنگ شده درست؟ نه خیر اینا هم رنگ نشده پالش نشده این کدام چوب است؟ این چوب چارمغز است چوب چارمغز چوب ارچه است خب او چوب چارمغز خب بعد از اینکه شما کندنکاری میکنین خوب دیزاین میکنین باز بعد از اون رنگ هم میکنین درست؟ اگر چی میگن نظر به فرمایش باشه چوب طبیعی باشه رنگ کار شه و هر رقم خواستشان باشن خب قیمتی صندوقچه چند است امینا قیمت از او 3000 افغانی 3000 افغانی تنها همین صندوقچه بله اگه خوب به یک ذره چنه بزنیم جگره کنیم که حلال شوه واسه چقدر با مراعت تمو مراعت جگه چی میگن دونی بزار دونی مزار 500 کم کردین ما در شرایطی نیستیم که کارای و نریه قدر دگه مردم ما خوش کنن بپسندن قدر چی نیست اما اتفاقا در این شب روز زیاد از جوان ها دختر خانم ها خانواده ها دوست دارن که از تولیدات وطن خودشان استفاده کنن از خارج از کشور هم فرمایش میگیرین؟ بله ما به خارج از کشور بسیار فرمایش ها کار کردیم از قبیل کاوچ بوده از سیتای الماری بوده و دیگه سیتای تزینی بوده قوطی دستمال کاغذی بوده زیادتر با امو کار بیشتر باز خانم‌ها شاید علاقمند باشن بله خانم‌ها بودن آها کنار صندوقچه جهیزیه یک صندوقه که چوچکک ماندگی است اگه خودت امور رو بگیری و به دوستا هم نشان بدی درست است مشکلی نیست چی است نمیدانم یا هم قوطی است که قلمدانی هم کار میشه آخ بفرما راحت به جایت بشی دیگه دستبند ای چیزایی هم فعلا تکمیل نشده من برتون گفتم خب کارش نشده. تکمیل نشده بله نه تکمیل با نشده با اون که کارش تکمیل نشده قشنگ است مینا جان چشمت هم قشنگ است یک جهان شاگرد هم داری خودت؟ بله چقدر شاگرد در حال حاضر پیش خودت کار میکنه و میاموزه؟ 14 نفر 14 نفر چقدر خوب و دختر خانمایی هستند که واقعا با انگیزه کار میکنن خلاقیت چقدر مهم است برای خودت مینا جان؟ ما پیشتر هم برتون یادآوری کردم گفتم خلاقیت خودش یک عادت است. دیگه بر من اساس‌ترین چیزی که نمی چی میگن چیز خلاقیت است. شما با در نظر داشت یا با امکانات کم تونستین که واقعا چیزهای بسیار مقبول بسازین چوبش از کجا تهیه میکنین؟ چوبش باز ما همکارایم است که بر ما تهیه میکنن گفتم چوبش اول مرحلهش که است نجاری میشه بعدا پیش ما میایم و کار میکنیم بعدا باز بر رنگ و با پالش و پاکاری میره باز بعدا در نمایشگاه ما ایره برگزار میکنیم خب بسیار خوب تشکر مینای عزیز از اینکه امشب در این هوای سرد آمدی برنامه ما در استودیوی ما و صحبت های خیلی خوب تا با ما شریک ساختی و خوشحال شدم از دیدنت بخش خودمانی هم داریم اگر موافق باشی او قسمت بریم و صحبت های خودمانی تره در مورد تحصیلاتت و زندگی شخصی خودت بپرسیم خوب است؟ تشکر از شما یک جهان تشکر قربانت سلامت باشی پس مهربانی خب پارتی هم برای تعارف کنم مینا جان اگه لطف کنی گیلاس برای من بتی من یکم که سر مهمان هایم کارم میکنم چطور از خانه تان که مهمان میای خودتان هم کار میکنین دست پیشی بله امرایش یا نی کل کار بگردن مهمان مندازی نه خودم هستم مسئولش باز جایی که مهمانی برین چطور
میمون رفتن چه میگن قدر دوست ندارم. کار کنین؟ من تا مینا جان خانه هر کی که مهمان میایه ای به یاد داشته باشین که سرش کار نکنین. این خدمت شما راحت میتونین استفاده کنین. خب میوه خوش کم داریم. خوشبختانه پرودیسر عزیز ما لطف کردن دیگه تهیه کردن میوه خوش که دیش ابروز دستشان درد نکنه. دستشان واقعا درد نکنه. دیش ابروز زیاد کیف میکنه گرفتن توت و چهارمغز. صندلی هم که باشه داخل استودیوی ما هم گرم است. خب از تحصیلاتتان بر ما بگوین مینا جان. ما تحصیلم امرای رشتیم تضاد داره علوم دینی است. خب بسیار خوب. باز نظر به شرایط دی که ما بسیار علاقه من به کارهای هنری و به کارهای چی بودم باز دیگه او را نیمه تکمیل الا کردم و باز دیگه این رشته را پیش گرفتم. خب دستتان در کندنکاری نورستانی که خوب میچرخه ماشاءالله آشپزی چطور است؟ ماشاءالله خوب است. ما شنیدیم که میگن مینا بوریانی را خوب مزه‌دار پخته میکنه. همونطور. باز اتفاقا تیم امشب هم بوریانی دوست دارند. حتما چی میگه برشان آماده میکنیم. یک مهمانی چپه شد سرتان. بله یا. خب مهمانم که خانه تان بیه بازم تو پوشانی تا ترش میگیری مینا. والا نیست خبر الله. من گفتم که حتما مهمان ما قهر است امشب. نه خواهش میکنم. خب فقط شوخی بود عزیزم فقط که کم بخندی خودت. سفر کردن دوست داری؟ بله. کدام ولایت از کشور ما را گشتی؟ چه کار رفتی؟ جلال آباد، پنجشیر، مزار، در نیمروز، چهار ولایت. یک مورد میخوایم امروز شریک بسازم. باز خودت هم بگو تا چقدر این واقعیت داره. دختر خانم ها زمانی که به چکر میرن، تفریح میرن یک جای با خانواده، با دوستانشان، بیشتر از اینکه از اون فضا لذت ببرند مصروف عکاسی هستند. عکاسی میشن دقیقاً. همچون خودم هم تو یک شخص هستم. باز وقت که به پایان میرسه که دیگه بار به سر آدم جمع کنه دوباره طرف خانه خود بیایه ایش دیگه نفهمیده که چطور سپری شد. هنوز هم میگه من صحیح عکس نگرفتم. دقیقاً دقیقاً. اما تو راست؟ بله 100%. باز زیاد هم عکس میگیرن. باز در خانم کمی میرسن اونم موبایل است اونم عکس ها را دیدن است و واقعا یک شوق است که تمام خانم ها دختر خانم ها البته زیاد دوست دارن که اتر یک مورد تجربه کنن که زیاد هم اتفاق افتاده با ما و شما. خودم هم تجربه کردیم. یک روز یک خاطره بود تو یک مهمانی بودیم پیش از اینکه دوستان نانا شروع کنن من گفتم تا پیش از اینکه شما نانا شروع کنین بار من عکس بگیرم. بازم اونجا گفتن تا پیش از اینکه نان بخوریم تو سر ما عکس عکاسی شروع میکنیم. میگن قبل از اینکه نان به میده بره اول در صفحات مجازی میره. خب به هر صورتش بزرگترین آرزوی چی است مینا جان؟ بزرگترین آرزوی ما یست اول یک آرزوی همه دخترها همه خانمها فعلا یست که مکاتب باز شود. دگر دخترها همیشه تو موفق باشند به تحصیلشان به همه کارهاشان در افغانستان بتانند به خوب راحت و آرام زندگی کنن درس بخوانن و کار کنن. انشالله که یک شب ما در برنامه بگوییم که در مکاتب در باشا. کنارش از دانشگاه باز شده و دخترها هم که تحصیل حقشان است میتونند که برن و درس بخوانن. چند سال هستی مینا جان؟ 23 ساله. 23 ساله هستی. به آینده های چه پلان و چه برنامه داری؟ پلان ها زیاد است. فعلا خود شرایط دیگه و قدر اجابت نمیکنه با ما خانم ها نمیتونیم فعلا گفتم. اما ایران به یاد داشته باشیم دخترای سرزمین ما در هر شرایطی میتونند که خودشان از سازگار بسازند و ما شاهد موفقیت و پیروزی دختر خانم ها حتی در حال حاضر هستیم. دقیقاً. آها مطالعه کردن چقدر دوست داری؟ زیاد دوست دارم. روزانه چند ساعت مطالعه میکنی؟ در کل 2 ساعت یک نیم ساعت. آخرین کتابی که مطالعه کردی کدام کتاب بوده؟ ملت عشق. ملت عشق کتاب زیبایی است که تقریبا من فکر میکنم 1.5 سال پیش مطالعش کرده بودم البته از الیف شافق که البته نویسنده این کتاب قشنگ است. قصه هایی از شمس و مولانا است. بله. و کتاب خیلی قشنگ است. شما هم حتما مطالعش کنین. خب پیامت به دختر خانمایی که در حال حاضر بی انگیزه هستند یا در خانه هستن مصروف چیز خاص نیستن چی است؟ چطور میتونی با صحبتهایت برشان انگیزه بدی؟ پیام ما است که به دختر خانم ها اولش به خاطر از اینکه مکاتب بسته است نمیتونن کار کنن از اینکه در خانه همیشه رنج میبرن بیکاری است بی چیز این کار نکنن همیشه اگر این قسم نشد در خانه میتونن کارهای هنری را پیش ببرن کارهای صنعتی را پیش ببرن کارهای خانه را پیش ببرن همکاری همراه فامیلشان بکنن به یک نحوی باید خدا بکشن.
تشکر مینا جان، سلامت باشی ایزم، خوشحال شدم از دیدنت. وقفرم سر خودت اعلان میکنم، اما قبل از او تشکر از شما ایزانم که تا این دم با ما بودین. بخش چیگفای ما را فراموش نکنین، جالب است، اما منتظر بخش چیگفا داخل استودیو نباشین. همکار بسیار خوبم جناب استاد کاظمی امشب بخش چیگفا را متفاوت تقدیمتان میکنه، حتما بیننده باشین. وقفرم خودت بگی مینا جان. یک وقفه کوتاه داریم، باز زود برمیگردیم دوستای عزیز. دوباره برمیگردیم. اینجا بند قرغه است. باشو که ما برخی از اطلاعاتی را که یادداشت گرفتیم براتون بخونم. بند تفریحی قرغه در منطقه 15 کیلومتری فاصله با شهر کابل موقعیت داره. این تفرجگاه و منطقه که دارای فضای فوق‌العاده وسیع است، از پارکش بگیر تا زمانی که در فصل‌های گرم سال اینجا آب‌بازی جریان داره، ماهیگیری جریان داره و قایق دوانی جریان داره. اما امروز خیلی برای من جالب است که تا همون قسمت ها رو میتونی با اسب بری. این یک نکته است که آدم هم به شوک وامی داره، هم به درد وامی داره و هم به تفکر، به خاطر از اینکه سفره‌های زیرزمینی قسمی که پیشتر هم گفتم در حال فروکش کردن است. این سد در سال 1933 میلادی ساخته شد، ارتفاعش 30 متر است، طولش 1.68 کیلومتر و عرضش 600 متر. این سد به منظور تفریحگاه در سال 1950 میلادی، وقتی که سردار محمد داوود خان به اریکه قدرت و تخت ریاست جمهوری تکیه زد، در حقیقت ساخته شد. در جریان برنامه 7 ساله کشور که پلان شده بود این سد ساخته شد و منظور از ساخت این سد هم تأمین آب شرب ولایت کابل و شهریان کابل بود که او زمان جمعیت کابل شاید چیز در حدود 600 هزار نفر بود، ولی حالا چیز در حدود 7 میلیون نفر هست و این خودش نشان دهنده از این است که این جمعیت نیاز به آب آشامیدنی سالم داره که طبیعتاً برای نظافت، برای خوردن، برای نوشیدن و تمام از اینا استفاده میشه. یک نکته دیگه که خیلی جالب است، پرورشگاهی که در اینجا ساخته شد در سال 1976 نزدیک به همین سد بود که معمولا ماهی قزل آلا در اونجا پرورش پیدا میکرد و حال هم گاهگداری سالهای گذشته ما میدیدیم که ماهیایی هست و کسایی هستن که ماهیگیری میکنن، ولی حالا نه از ماهی خبری هست، نه از آب خبری هست، نه از پرورشگاه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.